اگر پس با منم موافق هستید شما کتاب امروز رو با هم دیگه نگاه بکنیم. کتاب امروز کتاب بسیار زیبایی هستش، نامه های سکروتیپ، نویسندهش سی اس لوئیسه و مترجم این کتاب هم نادر فرد، انتشارات ایلام. من میخوام تشکر کنم از برادرم نادر فرد و انتشارات ایلام که توجه به خصوصی به نوشته های سی اس لوئیس دارن میکنن. تی 60 سال گذشته چه مسیان چه شکاکیون هر دو از مطالعه نامه های سکروتیپ لذت بردن. این اثر جایگاه شامخ سی اس لوئیس رو به عنوان بزرگترین نویسنده مسیح قرن 20 تثبیت کرده است. من تشویق میکنم دوستان عزیز، این کتاب ها دیگه داره به فارسی ترجمه میشه. دو تا از کتاب های سی اس لوئیس رو تا به الان ما خدمتتون معرفی کردیم، مسیحیت ناب و روایت غم، و این کتاب سوم نامه های سکروتیپ هستش که اجازه بدید این بخش رو هم بخونم. این اثر به زبان طنز نگاشته شده و بیانات و اشارات به کار رفته در آن بسیار مزالود است. مثلا خدا همیشه با لقب دشمن خطاب می شود. یک توضیح قبلش بدم، این کتاب در واقع نامه های نگاشته شده به صورت طنز یک ناول هستش بین یک شیطان یا یک دیو بلند پایه با برادرزادش اگر اشتباه نکنم به اسم ورم وود، که اینها دارن سر انسانها و نابودی جانونها با همدیگه مکاتبه میکنن که چطور باید انسانها رو نابود بکنیم، اونها رو به راه اشتباه بکشونیم، و این صحبت و مصاحبت بین این دوتا شیطان مطرح میشه. و تو این صحبتها خدا به لقب دشمن خوانده میشه، خطاب میشه که به شکلی ننگاور شناخت خود رو بر آدمیانی که زانوی عبادت بر زمین سوده اند افاضه میکنند. از شیطان به عنوان پدر ما یاد میشه، خانواده های مسیحی و اصیل منفور لقب میگیرن و موفقیت به معنای لعن و نابودی جان آدمی است که در نهایت طعمه شیاطین میشن. کتاب بسیار جالبی هستش که نامه های سکروتیپ یا سکروتیپ لیترز، این رو تشویق میکنم دوستان عزیز بگیرن. و باز تشکر میکنم به خاطر که کتاب های بسیار مفید رو دوستان عزیز ترجمه میکنن.